صوفیه. صوفی مثل شیره، یعنی شما با امید خدا بعد از اینکه وادی طلبتون شروع میشه، صوفی رو که ببینی میفهمی عین این شیرای گشنه است. الان تو فرض کن من فردا صبح میام توی خونه یه شیر میذارم، یک شیر نره یال و کوپاله، بعد 20 روزم بهش غذا نمیدم، 20 روزم آب بهش نمیدم، بعد به شما مردم جهان میگم آقا دونه دونه اگه سوالی داری میرین ازش بپرسین. یا دلت عاشقشی؟ بله من عاشقشم، برو جلو بوسش کن. تو میگی آقا زینی من میخوره این. آقا نه، صوفی رو وقتی از نزدیک ببینی، صوفی یعنی انسانهایی که دور انسان کامل، این اون شیرن حمله میکنه، همین که نمیدرد یعنی خیلی آدم بزرگیه، موجود بزرگیه. اون شیر همون شیره که روی پرچم شیر خورشید تفسیرشو دارم الان وسط میکنم که بدونی. شمشیر شما رو اهل تصوف دارم تفسیر میکنم، شمشیر دست اون صوفی است. چرا؟ چون انسان کامل اینقدر مهربونی هستن توی وادیا نیست، همین قدی که آهو از دست شیر فرار میکنه اینقدر خوشحال میشه که شیر وقتی میگیره آهو رو میخوره همینقدر خوشحال میشه. چرا؟ چون خودش بازی گیم تو خودشه، میگه همه میمیرن دیگه، حالا کلاغا بذار 300 سال بمونه، اون نمیدونم فلان باشه، بشری مهربونه، خوشگل، انسان کامل خوشگله. کی اتفاق میفته؟ زمانی که شما به انسان کاملی مثلا تو دلت یا هی بگی عجل الله تعالی فرج شریف، عجل الله تعالی فرج شریف، هی عربده علکی بزنی، جیغ علکی بکنی، عد و اطفار در بیاری، بعد یا توهین کوچولویی به انسان کامل بکنی، اون شیره که صوفیه دور انسان کامله، اون نباید عصبانی شه. انسان کامل از عصبانی نمیشه. هر حمله کوچکی به انسان کامل، چه کلامی چه لفظی چه دلی اتفاق بیفته، خدا نکنه اون صوفیه ناراحت شه. اگه اون صوفیه ناراحت شه تموم بازی. و اصولاً انسان کامل، اصولاً یکی دوتا صوفی از این 25 تا 30 تا صوفی که درسته، یکی دوتا رو یه جور دیگه دوست داره. اگر اونا یه تکون کوچولو بخورن دیگه نمیشه نمیشه. مشتاق علی شاه کرمانی در کرمان همینطور تو خیابون به مردم گفت آقای کرمانی ها اگه منو دارن میزنن، اگر دارن به صوفی توهین میکنن، جون مادرتون حداقل به من نگاه نکنید، این ظلمو نگاه نکنه، قنا رو تو کنون بر برو گوش نکردن. آقا محمد خان قاجار اومد 70 من چش در آورد. چرا؟ چون اون صوفی که دور انسان کامل بود ازش بلند شد دیگه، اونجا اجازه هم نگیره، هرچند اجازه شما خودش بوده ولی اجازه هم نگیره. انسان کامل فقط لبخند میزد، ازش بلند شد که من تکی اجازه دارم قربان برم حقم بگیرم، اینا مشتاق علی شاه کرمانی رو کشتن، برم حقم بگیرم، بلند شد تموم شد. کرمانی ها بچه 7 ماهشون رو کشتن خوردن که گرسنگی نمیدن. ما میگیم حمله نکن به صوفی، خوش کنم نکن، چرا ملت رو میفرسی رو هوا؟ بابا زندگی بکن، ما قراره که دوره هم جمع شیم، همه مسئولین همه با هم بچریم، چریدن خوبه دیگه، همین چریم میخوریم غذا میخوریم، بعد به این تیکه میریزیم میریم اونجا دختربازی میکنیم، کارامون انجام میدیم، پولا رو میکشیم بالا، اشکال نداره. به تصوف چی کار داری آجی؟ اسم مولوی رو چرا خراب میکنی؟ کتاب چرا میدی بیرون که گی بوده مولوی و شمس؟ شمس رفته دختر اونو گرفته، دختر اونو تریک کرده، از زاویه دیگر نگاه به زندگی شمس برای من میدی بیرون. نکن این کارو حاجی، نکن، با دوم شیر بازی نکن. انسان کامل حمله نمی کنی که، انسان کامل نمیتونه حمله کنه، اینم رازه که نباید بگم، اصلا نمیتونه حمله کنه، چون تکون کوچولو بخوره جهان هستی رو عباس. صوفیه دورش یکیش ناراحت میشه، میگه آقا توی نکنین به این خوشگله، تموم میشه. و این موج دفاع 30 میلیونی و 40 میلیونی و اینا رو میبینی، اون وقت یه چکه زدی میبینی چکار، بعد میبینی یه افتیم سر از آتا پارتیزان وسط کشور نمیدونی شب و صبح یه خواب نکن. پس این برنامه رو سیاسی نکن دیگه، به من زنگ نزن، این برنامه رو سیاسی نکن، بذار یک برنامه ای باشه برای مردم ایران که دارن گوش میکنن و حال میکنیم با هم، همه با هم. اینم توضیح دارم که بدونی که چون مسئول این برنامه من نیستم و مال من نیست، منم این یه بزغاله‌ای هم که دارم مثل بقیه مردم ازش لذت میبرم.